دکتر محمد علی شمعی، روان پزشک و متخصص درمان اعتیاد ساکن لس آنجلس در این قسمت از برنامه به این سوال پاسخ میدن که مهمترین اهداف سازمان ها و نهادهای بین المللی از نامگذاری روزی خاص برای مبارزه با مواد مخدر چیست؟ با توجه به اینکه سازمان ملل از سال 1987 روز جهانی اعتیاد رو که برگزاری آن از در ماه جون بین 17 تا 26 ماه جون هست شروع کرده و هدفش آگاهی بیشتر مردم هست برای مبارزه مثبت و مؤثرتر برای جلوگیری از ادامه شایع اعتیاد. دوم، آماری که میتونن به دست بیارن که این آمار نمایانگر اعتیاد یا بیماری اعتیاد هست در جهان که راه‌های مبارزه اون هم باید دنبال بشه. آمار میتونه کمک بکنه که شناسایی بشه اعتیاد در هر نقطه جهان به چه صورت هست و چه عواملی در اشاعه اون یا ادامه اون تأثیر دارن و به همین ترتیب تمرکز بدن تمام قواشون رو از نظر درمانی، از نظر اجتماعی، از نظر مبارزه با مواد مخدر و همچنین به آموزش و هوشیاری انسان‌ها به خصوص در خانواده جلوگیری بشه از تعداد بیشتری از جوان‌ها که معتاد میشن. باید مردم رو واقعا آماده کرد و تشویق کرد که در این راه کوشش بکنن و این هم یکی از هدف‌های روز جهانی مبارزه با اعتیاد هست. دکتر شمعی در قسمت دوم و البته پایانی صحبت‌هاشون بر اساس آخرین آمارهای ارائه شده از شایع‌ترین مواد اعتیادآوری که امروز سلامتی و زندگی افراد خصوصاً جوانان رو به مخاطره می‌اندازه با بینندگان برنامه خیابان زندگی گفتند. از جمله موادی که امروزه در جهان خیلی شایع شده و در امریکا هم هست، آمفتامین‌ها یا محرک‌های مغزی هستند که بسیار شایع شدن و متأسفانه بسیار هم خطرناک هستند. البته دواهای دیگری که از جمله مواد دارویی مناسب برای اضطراب و داروهای ضد اضطرابی که خیلی شایع هستند مصرفش برای اضطراب ولی بسیار خطرناکند برای مصرف نامناسبش از نظر پزشکی که ترکیبات والیوم و مشابه اون والیوم همچنین قرص‌های خواب‌آور هستند. در ایران موقعی که من تبابت می‌کردم ترکیبات تریاد هروئین خیلی شایع بود در سالهای 60 و 70 ولی شاید الان به شکل دیگری ادامه پیدا کرده و پیدا می‌کنه به خاطر دسترسی به مواد دیگری از جمله آمفتامین‌ها. اکستسی من شنیدم که بسیار شایع شده، متأسفانه بسیار داروی خطرناکه و همچنین هالوسینوژن ها، داروهایی که ایجاد توهم میکنن و ترکیبات به اصطلاح سدتیو ها که همینطور که اشاره کردم بسیار شایع هستن. باید آگاهی پیدا کرد و باید واقعا مبارزه کرد. انسان هایی که در محیط آلوده هستند باید از خودشون شروع بکنن برای مبارزه با اعتیاد، نه امیدوار باشن که یک روزی آلودگی محیط از بین بره. چنین چیزی امکان پذیر نیست.